عجیب و غریب ترین ازدواج های جهان. بله دوستان، زوج هایی که باعث میشه پولک هاتون بریزه. درود بر شما دوستان عزیز و مهربانم، فرزین آفر هستم، خواننده، نوازنده، آهنگساز، ترانه سرا، میوزیشن و کانتنت کریئتور. من خیلی 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 علاقه‌مندم به تولید محتوا و ویدیو. مدتی بود که یوتیوب شروع کرد تمام ویو ها رو پاک کرد و اصلا اوضاع به هم ریخت و من مدتی ویدیو نداشتم، اما خب Let's go. اشکالی نداره، من کارم رو ادامه میدم، شما هم همینطور ناامید نشید. Let's go. خب ببینیم که چی داریم. اولین زوجی که قراره که خیلی عجیب باشه ببینیم چیه. احمد محمد و صفیه عبدالله، این دو نفر با همدیگه 95 سال تفاوت سنی دارن. وای احمد در زمان ازدواج 112 ساله بود و صفیه تنها 17 سال داشت و این ششمین ازدواج احمد است. دمت گرم واقعا که ریش زردم گذاشتی و نمیدونم چی باید گفت. به پای هم پیر بشین، یکیشون پیره یکیشون خیلی جوونه. مبارک. دهمی که این باشه، یکمی چی میتونه باشه واقعا. بعدی پائولو گابریل دا سیلوا باروس و کاتوشی یا هوشینو، اسما رو ببین تو رو خدا. نهمین مورد از لیست عجیب غریب ترین هاست که این زوج کوتوله در شبکه‌های اجتماعی با هم آشنا و عاشق شدن. آخی این زوج برزیلی رکورد کوتاه ترین زوج جهان رو دارن. امیدوارم که خوشبخت بشن. خیلی هم عالی، خیلی هم خوش تیپ و قشنگ و پر از حس خوب. دمشون گرم. لیویه و لیویه. لیو یک مرد چینی است که با لیو ازدواج کرده است. اشتباه نکنید، لیوی دوم یک زن با نام مشترک نیست، بلکه او در واقع با خودش ازدواج کرد. این مرد چینی در مراسم عروسی با کپی مقوایی خود ازدواج کرد. او بیش از حد خودشیفته است. بله، دستشون درد نکنه. سلطان کوزن و مرو دیبو، عشق قد و سایز نمیشناسد، باور ندارید؟ این دو نفر رو ببینین. آقا 2 متر و 51 سانتی متر و خانوم 179 سانتی متر. 179 خیلی بلنده. ایشون یه خانوم خیلی قد بلند هستن که در مقابل شوهرش انقدر تفاوت قدی دارن. 179 خیلیه. پسره رو من قبلا هم دیده بودم که با عصا رو میره و بلندترین فرد جهان دیگه، بلندترین فرد حال حاضر جهان هست. ایوه. نیکست، جایلا کوپر و جوز گریگز. شاید در اولین نگاه تصور کنید که ازدواج این دو کودک ازدواج احمقانه است، اما ماجرا فراتر است. وقتی پزشکان تشخیص دادن که جایلای 9 ساله، یعنی دختره فکر کنم، به دلیل سرطان خون آخرین روزهای زندگی خود را سپری میکنند، آخه پدر و مادر او تصمیم گرفتن که آخرین روزهای آخرین آرزویش یعنی ازدواج را برآورده کنند. او در یک مراسم عروسی سمبولیک با دوست 7 ساله خود جوز ازدواج کرد. هرچند مراسم کاملا ساختگی بود، اما لبخند بر روی لبهای جایلا واقعی بود. در واقع او پس از اینکه به آرزویش در لباس سفید عروسی رسید درگذشت. ای وای من. خیلی خوب، خیلی تلخ بود و خیلی هم جالب بود. این ازدواج در تاریخ ثبت شده دیگه. نکست، پنجمین مورد از لیست ازدواج‌های عجیب و غریب این دو دوست عزیزمون هستن. اگر شما فکر میکنید که این دو نفر هر دوتاشون انسان هستن، کاملا در اشتباه هستید، چون که این خانومی که میبینید یک ربات است. در واقع دیوکت عاشق ربات است، با یک ربات عروسکی به نام سیدروه کرونکو ازدواج کرد. او حتی معتقد است که به مرور زمان افراد بیشتری به ازدواج‌های رباتی روی می‌آورند. خب حالا من یک سوال دارم، تو مثلا می‌خوای بشینی با این ربات راجبه چی صحبت کنی؟ می‌دونی یک درد و دل تو نمی‌تونی با این بکنی. شاید 1000 سال دیگه ربات‌ها در حدی از هوش و شخصیت باشن که بتونن یک کانورسیشن مؤثر برقرار کنن با انسان ها، ولی در حال حاضر ایشون قطعا نمیتونن. نیکست، سیل 9000 و نینانگاساکی، اسما رو ببین تو رو خدا. یکی از عجیب ترین زوج های جهان این دو نفر هستن. جالب است بدانید که نین یک شخصیت مجازی بازی ویدئویی است. بله ایشون
با یک شخصیت ویدئویی و مجازی ازدواج کردن که این خانوم هستن و این فرد به شدت تحت تاثیر یک بازی ویدئویی است به نام لاف پلاس. او هر روز با شخصیت مجازی خود بازی میکنن. اینا این کارا رو میکنن که معروف بشن، میدونی چی میگم؟ ولی خب یه خبره خیلی زود گذره، یه اخبار مثلا باید یه اشارهی بکنه، اونم نه خبرهای خیلی معتبر. امی وولف و 1001 شب. این آقای عزیز تا جایی که من میدونم با یک ترن هوایی ازدواج کرده که میبینید که بله سوار ترن شدن و ببخشید میگه 1001 شب یک ترن هوایی است که خانم وولف سوار آن میشود. آها اینه، فکر کنم خانومه باشه. او پس از 3000 بار سوار شدن عاشق آن شد. ازدواج او با این ترن نکست. یکی از عجیب ترین ازدواج ها ازدواج آماندا با سگ شباست. پس از اینکه آماندا 48 ساله از سر و کله زدن با مردها خسته شد، تصمیم گرفت با سگ خود ازدواج کند. در سال 2014 آماندا با حضور 200 مهمان انسان و حیوان مراسم خود را برگزار کرد. او از این ازدواج بسیار راضی است. حتماً این کار رو کرده که حال اون مرد رو بگیره، خواسته حال نفر قبلی رو بگیره. خیلی خوب، بریم بعدی. میخوام ببینم آخری چیه. چایدیل دفی و آن گامسوک، آنهایی که میگویند فقط عشق است که میتواند ما را از هم جدا کند، از عشق چادیل بیخبرند. چادیل و آن را میتوان از عجیب ترین ازدواج ها یا زوج های جهان دانست. زمانی که آن در یک تصادف فوت کرد، آخه نامزد چندین ساله او که تهیه کننده و کارگردان تلویزیون بود، آرزوی ازدواج با او را برآورده کرد. آنها چندین بار به دلایل مختلفی عروسی خود را عقب انداخته بودند. چادیل فکر کرد که ازدواج با گامسوک در مراسم ختمش بهترین راه برای جشن گرفتن عشقشان است. بله، انقدر لفتش دادی که این اتفاق افتاد. میبینید آدم از فرداشم خبر نداره. و این بود دهمین مورد، یا مورد یعنی شماره یک از عجیب ترین زوجهای جهان. حالا هی شما برید قور بزنید بگید که فرد مناسب پیدا نمیشه. ببینید طرف با کپی مقوایی خودش ازدواج کرده. کدوم بود؟ بفرما. بعد شما ناز میکنید. بله. اوکی، کمال تشکر رو از شما عزیزان دارم که به این ویدیو توجه کردید. اگر این ویدیو رو دیدید لطفاً حتماً لایک کنید و نظرتون رو حتماً بنویسید. فرزین آفر هستم، عاشقتونم. تا یه ویدیوی دیگه فعلاً. ادیوس.